مهمانان من در این بحث آقای ولی ولای گلبی با آگاه امور دینی و همچنان محمد حیدری آگاه روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز در سلام بر شما سپاسگزارم از حضورتان در طولانی است. آقای لبی این بحث را با شما آغاز میکنیم. درست در میانمار چی میگذره؟ شما از وضعیت و از هم بحرانی که در میانمار است چی تعریف میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و بعد. چون من به صفت شاگرد مکتب قرآن کریم و شاگرد مکتب اسلام، از دید اسلام موضوع را میخوایم ارزیابی بکنم. الله جل تضمته میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، برای مسلمانان هشدار میده که مسلمانا به جز خودتان را دوست نگرین، دوست قلبی. بعد از او تحلیل میکنه، ارزیابی میکنه، میگه که لا یعلونکم خبالا، چرا شما با دنیای کفر و شرک دوستی قلبی نکنین؟ بخاطری که لا یعلونکم خبالا، تقصیر، کوتاهی و کمی نمی کنن در خبال. خبال از خبل، خبل قطع کردن دست و پای اعضای بدن را گفته میشه. یعنی در قطع کردن اعضای بدن شما هیچ کوتاهی نمی کنن. باز قرآن کریم میگه که ودو معاندتم، دنیای کفر و شرک دوست دارن سختی های شما را، مشقت شما را، از سختی و مشقت و آسیب شما حزم میگرن. باز قرآن کریم میگه که قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر، آن چیزی که به زبان اظهار میکنن به عمل انجام میتن ای خفیفتر از چیزی که در قلب دارن، یعنی قلبشان از ای بیشتر حقد و کینه داره. ای بیان قرآن کریم است. ما مسلمان هستیم، برای ما هشدار داده، کفار مشرکین را برای ما تعریف کرده که از قساوت قلب برخوردار هستند. یک آیت. آیت دومی تو برای ما میگه که و این یظهرو علیکم، اگر دنیای کفر و شرک بالای شما دست پیدا کنن، قوت پیدا کنن، لا یرقبون فیکم الا ولا ذمتن، لا یرقبون، پروا نمی کنن، مراعات نمی کنن، الا دوستی را و ذمتن عهد را، به مجردی که تسلط پیدا بکنن پروای قرابت و خیشی و عهد و پیمان هیچ چیز را ندارن. باز قرآن پیش میره لا یرقبون فی مؤمنین، اینها دنیای کفر و شرک مراعات نمی کنن، با جمع مسلمان ها هیچ نوع قرابت و دوستی را. آیات بسیار است. میم در فشرده ازی که قرآن بر ما دستور داده، مسلمان را فهمانده که دوست مسلمان کیست و دشمن مسلمان کیست. خب دنیای کفر برشان تعریف کرده. بناً امروز که ما به این چیز مواجه شدیم جدید نیست، اول و آخر هم نیست. سپاسگزارستون، برمیگردیم به شما آقای حیدری. حالا بحرانی که در این منطقه جریان داره دیده میشه که یک آتش بس یک ماه صورت گرفته میان مسلمانان و کسانی در ارتش میانمار. این آتش بس چقدر میتونه بر حل تنش ها و مشکلاتی که در این کشور میان مسلمانان و دیگر مذاهب شکل گرفته بینجامه و مفید باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و بیننده های خوب تلویزیون تولو. خب بحران میانمار و خشونت ها در میانمار اگر ما یک طرح مسئله بکنیم، از سال 1974 برمیگردن. اینی مخالفت بین مسلمانان روهینگی و قوم به نام راخین، البته بعد کسی به نام بودای پارا میایه و بنای خشونت و در واقع نفاق را بین این دو تا قوم توسط همون امپراتوری بودایی گذاشته میشه. بعد انکشاف داده میشه و به هر حال یک بار
تا به حال نزدیک به 20,000 مسلمان کشته شده. در سال 2012 هم نزدیک به 3,000 خانه به آتش کشیده شد، که البته به خشونت دو طرفه هست. اصل منازعه و جنگ بین دو تا قوم است، بین قوم راهین و قوم راخین و روهینگیا، که همو ایالت هم به نام راخینی ها هست و قوم و مسلمان ها به نام روهینگیای ها. به هر حال خشونت از دو طرف وجود داشته، اما متاسفانه مشکلی که وجود داره و نقض حقوق بشری که صورت گرفته ایستن که ارتش برما بی‌طرفی خود را در این خشونت ها حفظ نکردن. البته خب یکی از دلایلش اینه که نزدیک به 86% از نفوس برما قوم برما و بودایی ها تشکیل میدن، که اکثرشان در ارتش هستش و متاسفانه ارتش متوسل به خشونت علیه قوم روهینگیا شدن. خب حالا آقای ایدری، علت این مسئله در چی بوده میتونه؟ سوال اساسی هم این است که چرا خود حکومت می طرف میشه و در مقابل یک مذهب دیگه هم قرار میگیره؟ خب تا یکی از برما از مستعمرات انگلیس بودن و بزرگترین چالش در برابر اهداف استراتژیک و اینکه انگلستان بخواد اهدافشان را در برما در واقع پیاده بسازه، یکی از عمده‌ترین چالش فراراه پیاده شدن استراتژی انگلیسی‌ها حتی در اون زمان هم قوم روهینگیا بودند که علیه اینها مبارزه می‌کردند، مبارزین آزادی‌خواه علیه در واقع بریتانیا بودند. بعدها در این روز هم آتش در واقع آتش پیار معرکه و در واقع این که بخواهد این مسئله را جدی‌تر بسازه، حادتر بسازه، بریتانیا هست. انگلستان تلاششان بری هستند که با داغ شدن آتش به آتش جنگ بین دو تا قوم، هرچند آمار مسلمان ها در برما خیلی مشخص نیست، بعضی ها 6 میلیون میگن، بعضی ها 1,100,000 میگن، بعضی ها تا بین 2.5 میلیون 3 میلیون تخمین زده که من نمیدونم آمار دقیقشان تا بال چیست، من با آمار دقیق دسترسی پیدا نکردم. ولی به هر حال حرف این نیست که تنها جنگ و آتش جنگ در میانمار، به هر حال تلاش انگلستان بری هستن که دو تا آیین و دو تا تمدن را در مقابل همدیگر قرار بدن و تلاششان بری هستن که این آتش جنگ انکشاف پیدا بکنه، به هند برن و هند هم مسلمانانی که 250 میلیون مسلمانی که در هند است با بودایی های هندی وارد جنگ و منازعه شن و از این طریق. یک مسئله دیگه ای که وقتی ما میگیم مسئله برمیگرده به بی اتفاقی خود کشورهای اسلامی. خب یعنی میگن که این موضوع در میانمار یک جرقه است به خاطر بزرگ شدن بحران در تمامی کشورهایی که به گونه مسلمانان در کنار دیگر مذاهب هم زندگی میکنن. بله، این میتونه آغاز یک بحران خیلی جدی باشه. من فکر میکنم که جرقه و پایان این به مراتب میتونه خطر ناکتر، خونبارتر از فاجعه و بحرانی هست که در میانمار اتفاق افتاده. مثلا یکی از مشکلات عمده دیگه هم برمیگرده به عالم اسلام که متاسفانه خود ما دچار مشکل هستیم. امروز ارتش پاکستان یکی از متحدین استراتژیک ارتش برما محسوب میشه و اگر امروز مثلا نهادهای حقوق بشری و حتی کشورهای اسلامی حرف برای گفتن در مقابل خشونت‌های وحشیانه برمایی ها نداره، جامعه جهانی و کشورهای بودایی اینا مگه سوال نمی‌کنن که توریست از کیست؟ سپاس. اینا مسائلی هست که جهان اسلام هم به هر حال باش سر دوچار هستن و امیدوار هستم که این مسئله باعث شوند که مثل که یک بار جنگ اسرائیل و عرب به هر حال باعث متحد شدن عرب شدن، این مسئله باعث وحدت امت اسلامی شد. سپاسگزار هستم شما. آقای لبیب، شما گفتین که دین اسلام تشریح میکنه برای مسلمان ها که چگونه وارد مراودات شوند با کسانی که غیر از اسلام هستند، ولی حالا که دیده میشه که مسلمان ها در این منطقه یعنی مورد ظلم قرار میگیرن و بر اساس خبرها با نقض حقوق بشری در برابرشون صورت میگیره، و آنچنان که آقای ایدری گفتین که خود کشورهای اسلامی بهتون هست در این زمینه، چی باید شوند؟ موضوع اول است که شریعت صراحت داره که تا زمانی که مسلمانان قرآن را بالای خود حاکم ساختن، خداوند مسلمانان را بالای دنیا حاکم ساخت. امروز جوامع اسلامی قانون اسلام را محکوم ساختن، پیش پا افتاده ساختن، بعد اساسات دین به قوانین دین قسمان توهین صورت گرفت، ظلم صورت گرفت که حالت مسلمان ها بینمیتر مظلومیت قرار گرفت، که امروز 1 میلیارد و کم و بیش مسلمان ها متحد نیستیم، یک پارچه نیستیم، هر کدام ما در هر جای، گاهی در تک خانه و گاهی در مسجد و بعضی وقت در خانه، سر ما ظلم صورت میگیره به خاطری که ما به دین پابند نیستیم. اگر ما به دین پابند باشیم،
به این حالت سر ما نمیه. موضوع دوم، مسلمانانی که در آن منطقه هستند، میانمار اصلا دولت اسلامی به نام آراکا بود که چند قرن، که دو قرن پیش توسط بودایی ها تسخیر شد. تقریبا در او زمان که 200 و چند سال میشه 3 میلیون مسلمان را تشخیص کردین. این مسلمان ها از او زمان تا به فعلا بوده و علت جنگ می بود که علما خطبا در بین قرای مسلمان ها که مستقل بودند، اینها دعوت را شروع میکردن، دعوت اسلامی داشتن بین خودشان، ولی بودایی ها با قساوت قلب علما را در یک موتر 15-20 نفر بودین، علما را زبانشان را قطع کردین، دست پایشان را در حالت زنده قطع کردین. این وحشت را که مردم دید، حمایت از علمایشان، از دینشان، اونها تظاهرات و بعضی خشونت ها را انجام دادن که امروز بر ما یا دولتش و قشون کفری و شرکیش عملی را انجام میده که قرآن کریم قبلا برای ما گفته که دست پای اینها قطع میکنه. آقای ایدری میگه که پاکستان به عنوان مثال یک کشور اسلامی از جمله کشورهایی است که متحد به ارتش میانمار است. ما فرموده از اونها را در یک بخش تایید میکنم که پاکستان به عنوان کشور اسلامی هست، فوج بسیار قوی داره، ولی از دیدگاه شرعی ما فوجش به دست مسلمان نیست، به دست مؤمن نیست. اگر ای واقعاً ای کشور اسلامی، ملتش نمیگیم، استخباراتش فوجش مسلمان میبود، موتور در 15-20 سال ما را نمیکشت، ما را حلال نمیکرد. من حیث یک مسلمان، من حیث مؤمن، من حیث یک همسایه نزدیک، سر زن، سر مرد، سر طفل ما رحم نکرده، سر ما که رحم نکنه، سر دو چه رحم نکنه. سپاس کفای ایدری. حالا با توجه به واکنش که این موضوع از طرف کشورهای جهان داشت و همچنان بسیاری از کشورها خواستار متوقف شدن این موضوع شدن، باور میکنین که فشارهای جهانی تاثیرگذار بوده باشه و این آتش بس یک فرصت شما بر حل این بحران در میانمار؟ من فکر میکنم که با توجه به پیشینه تاریخی که به هر حال مسلمانان روهینگیا در میانمار دارن، این بار به یک نحو دولت میانمار تلاش بر حل اساسی و بنیادی قضیه مبنی بر دادن کوچ اجباری مسلمانان میانمار هست. من فکر میکنم که تنها راهی که فعلا حداقل برای مسلمانان میانمار باقی مانده این است که اینا تقسیم شوه و به هر حال تقسیم شوند به کشورهای اسلامی، فرصت برگشت و زمینه برگشت برای مسلمانان میانمار و برما این بار خیلی کم هست و مرزهای بین بنگلادش و بین میانمار ماین‌گذاری شده و فرصت برای رفتن برگشتن مسلمانان میانمار خیلی کم هست در این زمان. اما این مسئله، من فکر میکنم که آنچه که حد البته در صفحات اجتماعی در افغانستان ازش بازنمایی و منعکس میشد، اکثر از عکس هایی که در صفحات اجتماعی در افغانستان دست به دست میشد از نسل کشی رواندا بود، عکس ها از گوگل گرفته شده بود، متاسفانه واقعی نبود. اما به هر حال تا به حال نزدیک به 400 نفر از مسلمانان کشته شده و تعداد زیادی هم پناهنده شده. آنچه که امروز حداقل برمیگرده بر کشورهای اسلامی، متاسفانه خود کشورهای اسلامی دچار فاندمنتالیسم و بنیادگرایی هستند. اینجا تنها بس مثلا مشخص به کشورهای اسلامی درست است که، ولی مسئولیت تا حد برمیگرده بر تمامی کشورها، به ویژه کشورهای قدرتمند جهان که با واکنش خود داشته باشند تا اینکه به میانمار را کنترل بکنند. حالا در مورد کشورهای دیگه چی میگید؟ دو مسئله رو بحث میکنم. یکی این که خب عالم اسلام، کشورهای اسلامی نزدیک به 57 کشور یا کشور اسلامی وجود داره که ما همهشون مسلمان توسط مسلمان را میکشن. متاسفانه بنیادگرایی به حد ریشه دوانیده است که زیر پرچم به هر حال خدایشان یکی است، پیامبرشان یکی است، دینشان یکیست، اما به خاطر مسائل فروعات میان همدیگر رو میکشند. تا زمانی که یه عالم کشورهای اسلامی یک فکر واحد بهشان به وجود نبیاید، ما همچنان نه تنها در برمه که در تمام نقاط جهان ما آسیب پذیر خواهد بودیم. یک موضوع. مسئله دیگه، اتفاقی که در برمه اتفاق افتاده، دقیقا فرمایش ما که تنها بر نمیگرده به کشورهای اسلامی، بر میگرده به نهادهای حقوق بشری، بر میگرده به کشورهای بزرگ، قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه
اروپا، اینا کشورهای سردمدار حقوق بشر و دموکراسی هستند، نهادهای بین المللی که به هر حال صیانت بکنن و حفاظت بکنن از حقوق طبیعی افراد که متاسفانه با یک نحو در این قضیه سهلنگاری شدن. ایالات متحده آمریکا، هرچند سازمان ملل را او فهمی را که در کشورهای جامعه جهان سومی از سازمان ملل وجود داره، یک فهم غیر واقعی است. سازمان ملل یک نهاد اجرایی نیست، یک نهاد به هر حال میتواند اعلامیه صادر بکنه، میتونه تقبیح بکنه، میتونه به هر حال نهادهای امنی، نهادهای اجرایی، شورای امنیت سازمان ملل هست. ولی وقتی که کشورهای بزرگ در کنار این بحران آقای حیدری خاموشی اختیار کردن، این خاموشیشان از موقف این کشورها در بحث دفاع از حقوق بشر و موضوعات دیگه واقعا چی را میرسونه؟ دو تا دیدگاه یا دو نوع پالیسی در بین کشورها وجود داره، یک سیاست اعلانی هست، یک سیاست اعمالی. من فکر نمی کنم که این قضیه بر حال آنچه که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی اعلان میکنه در بحث صیانت و دفاع از حقوق بشر، حقوق انسان ها، حقوق اقلیت ها، آزادی، دموکراسی، اینا مسائل هستن که تابع منافعشان هستن. در هر جایی که منافعشان اقتضا بکنه ایالات متحده آمریکا و اروپا دخالت میکنه و با رویکرد حقوق بشری تلاش میکنه که مسئله را حل بکنه. اما وقتی مسئله میانمار پیش میاد، مسائل مثل فلسطین پیش میاد، مسائل به هر حال وقتی مثلا شما در ایران در نظر بگیرین، ممکنه یک نقص بسیار کم حقوق بشری صورت بگیره، صدا از هم از اروپا بالا میشه، هم از آمریکا بالا میشه، چون به یک نحوه تلاش میکنه ایران تحت فشار قرار بگیره. ولی شما وقتی که در بحث جهان اسلام و کشور اسلامی صحبت میکنیم، شما چگونه یک عملکرد انتظار دارین از کشورهای اسلامی؟ یعنی دیده میشه که در بسیاری از کشورها تخبیه کردن و مردم جمع شدن اعتراض کردن، بیشتر از این چی کرده میتونن؟ خب کشورهای اسلامی اول ببین خودشان رو اصلاح بکنن، متاسفانه خودشان به جان همدیگر. الان مثلا بین عربستان و ایران چی میگذره؟ بین پاکستان و افغانستان چی میگذره؟ بین عربستان و قطر چی میگذره؟ بین سوریه و عراق و نمیفهم ترکیه چی میگذره؟ وقتی ما خود ما به خود ما رحم نمی کنیم، انتظار ما از مشرکین به قول جناب حاج آقا چیست؟ حرف ایستن که ما به هر حال یک بار دیگر جهان اسلام بین بازبینی بکنن سیاست هایی را که سیاست های غلط را. ببینید سه نوع برداشت از دین وجود داره. یکی مثلا اسلام یک قرآن و سنت است، اسلام دو برداشت اندیشمندان مسلمان از اسلام است، و اسلام سه عملکرد مسلمانان. روی اسلام یک حرفی نیست، همه بهش احترام داریم، هم عملکرد مسلمانان اسلام را به انحراف کشانده و داره امروز مسلمانان داره منزوی میشه، و هم عملکرد مسلمان. ما در هر دو قسمتش، هم برداشت اندیشمندان مسلمان اسلام را تحریف کرده، عزت و اقتدارش زیر پا کرده، و هم عمل کرده مسلمان، ما در هر دو حالت متاسفانه بازنده ایچ هستیم. آنچه که جناب استاد هم فرمایش کردن، پس با این وضعیت که هستیم، یعنی میگن که اصلا به طرف میانمار و یا هر کشور دیگه هم از کشور اسلامی حراس نخواهد داشت، فرمان چه که دلش خواست هم انجام میده؟ نه تنها حراس نخواهد داشت، بلکه تمام سردمداران کشورهای اسلامی مزدور کشورهای غربی هستند. و اگر یک روز امروز مثلا ایالات متحده آمریکا در افغانستان بگونه مثال در افغانستان حضور نداشته باشه، شیرازه نظام از هم میپاشه. اگر ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی حمایت نبکنه، عربستان سعودی ممکنه دچار چالش های بسیار جدی شه. به همین ترتیب در کشورهای قطر، در تمامی کشورهای اسلامی به یک نحو ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی دخیل هستند و سرنوشت ساز تعیین کننده هم بر جامعه اسلامی. سپاس آقای از شما. سپاس آقای لبیب. حالا بیشتر کشورهای اسلامی رهبرانشان یعنی به از دیگاه دعوت میگیرن، به ویژه از کشورهای غیر مسلمان دعوت میگیرن، و به این منظورم کشورهای غیر مسلمان خاطر خیلی جمع دارن، برام چی که بخوام انجام میتن. پس حالا رای حل در چی بوده میتونه؟ رای حل به قرآن کریم صریح واضح میگه که ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ای مسلمان غمگین مباش، اندوهگین مباش، شما بلند هستین، کامیاب هستین اگر ایمان داشته باشین. میبینیم که جوامع اسلامی سردر بزرگانشان، زعمایشان هم با مشکل مواجه است، ملتها با مشکل دیگه مواجه هست. ایمان خود را تجدید نظر بکنیم، به کلمه مبارک درست پابند شویم، به قرآن کریم درست عمل بکنیم. قسمی که قرنها خلافتهای اسلامی حاکم بودند، در دنیا امنیت بود، صداها کافر و مشرک در سرزمینهای اسلامی زندگی داشتند، امنیت داشتند،
تعرض بالایشان نمیشد. اگر کسی تعرض میکرد از طرف دولت اسلامی مطابق به فقه اسلامی محاکمه میشد. امروز که اقتدار به خاطر ضعف ایمان ما، به خاطر انحراف شدن عقیده و انحراف عمل ما، تمام اقتدار خداوند بزرگ که ما ظرفیت شنا داشتیم بر دنیای کفر داده، و دنیای کفر به حد قسی القلب هستند، به حد فاسد هستند که اونها رضایت ندارند که یک مسلمان در یک گوشه از گوشه های دنیا با عزت زندگی کنه. تا زمانی که ما به اصول دین، به اصول اسلام برابر نشیم، فکر نکنیم که حال ما خوبتر شوه، حال ما بهتر شوه. یعنی به بحران و یا هم جنجال را که در میانمار میگذره به عنوان مثال روش بس بکنیم و یک مثال قرار بدیم، شما فکر میکنید که این گونه جریان ها، این گونه جنجال هم جریان داشته باشه و بسیار زودی هم فاصله ها از بین بره و بگفته شما مسلمان ها یک بار دیگر خود را به دین خود نزدیک بسازند و واقعا اون چی که دین امر کرده بر اساس اون به پیش برن؟ ما فکر ما ایست که ما از زعمای مسلمین، از رؤسای جمهوری که رؤسای جمهوری که از کشورهای اسلامی است، شخص خود من هیچ نوع از اونها توقع خیر ندارم الا ماشاءالله. یک تعدادش اگر بتانه، یک تعدادش اگر صدای به مورد داشته باشه، آن چیزی که من توقع دارم، ما بنده الله هستم، مؤمن هستم، از الله ما کمک بخواهیم. اگر الله جل تدمته از ما راضی شد، در آن واحد کمکش عاجل میرسه. خب یعنی آقای لبیب امکان نداره که معجزه صورت بگیره تا زمانی که درست خود مسلمان از خود عمل و شایستگی نشان نده. خب یه خب میشه که یک طرف که خود ما خود را توبه کنیم، قسمی که یونس علیه السلام شکم ماهی دور شد، سر پیامبر صداها مصیبت آمد دور شد، یک طرف قضیه میست. طرف قضیه دوم همیست که مسلمان ها، جوامع اسلامی، ملت های اسلامی دست به دست هم بتن، اتحاد را متحد شوند. بعد از اتحاد میتونن که از طریق گفتگوها داخل میانمار شوند، داخل بنگلادش شوند و خود را نزدیک بسازند، بر اونها همکاری انسانی بر از اونها بکنن، حداقل یک مسکن برشان ایجاد بکنن. اگر در میانمار اونها ماندن خوب، اگر نه که نماندن. همه کشورهای اسلامی که موطن ماست، ما مسلمان هستیم، بین مسلمان ها مرز وجود نداره. وقتی که کلمه را خواندیم، ما در زبان نگه اعتنا نداریم، در منطقه اعتنا نداریم که ما از کدام منطقه هستیم. همی که کلمه مبارک خوانده شد، همه خواهر و برادر هستند، در هر جایی که زندگی میکنن با زندگی کنن، خو کوشش بکنن که اتحاد شوه و خود ملت های اسلامی خود را اصلاح کنن. سپاسگزارم. آقای ایدری، حالا در مورد حل این بحران پیش بین به چی هستین؟ واقعا باور میکنین که به این زودی این بحران حل میشه در میانمار؟ خب بحثی هستن که اهرم های فشار را که ما علیه مثلا کشورهای اسلامی علیه میانمار داره است، ضرب صفر هستن، به استثنای این که ما کشورهای اسلامی به هر حال به یک نحوه تقسیم بکنن شهروندان میانمار را بین خودشان. من فکر میکنم که زمینه این که بار دیگه اونا برگردن به میانمار و باز یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشه بعید میدانم. اما آن راه حلی که وجود داره ایستن که به هر حال نهادهای حقوق بشری نظیر سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا که با به هر حال اگر در عمل هم ممکن دچار مشکل باشه، ولی به هر حال به خاطر هم ژست بزرگبینی که داره یا هژمونی که داره، هم اونا مجبور هستن از یک سری خط قرمزها به هر حال عبور نکنن و فشار بیاره روی خانم سوچی، روی ارتش میانمار که به هر حال دست بردارن از نسل کشی و از به هر حال کوچ دادن اجباری در اینا، نقص آشکار و صریح حقوق بشری محسوب میشه. سپاسگزار هستم شما آقای لبیب. حالا پیام شما به مسلمانان چی است و همچنان رای حل این بحران را در موردش هم جز از این که گفتین مسلمانان است که شاید دیگر دست چه هم میبینین؟ خیلی کوتاه. یک مطلبی است که با وصفه که اونها از قتل زن، طفل، پیرمرد و پیرزن دست نکشیدین. پیام اسلام برشان است که اگر مسلمان ها سر اونها دست پیدا میکنن، نباید زن، پیر، طفلشان را بکشن. این اسلام یک دین وسیع هست، دین بسیار صبور است، دین انسانی هست. یک مطلب. مطلب دوم،
الله به هر جای قریب است، کائنات به دست الله است، سرنوشت ملت، دولت، از هر کس به دست ذات پروردگار است. به اینمی الله او ملت خود را بسپاره، ما هم به زبان دعای خود را بکنیم و در عمل بتانیم چیزی امکاری های نقدی توسط مسلمان ها در جایی که هستند بانه ها برسانیم و یک صدای امکاری را بانه ها بتیم که ما انشاءالله همکارتان هستیم. اگر راه ها برابر شوه ممکن موضوع جهاد علیه از اونا مطرح باشه. سپاسگزار است. مقای ولی ولای لبی با آقای مردنی و محمد ایداری آقای رابطه بین الملل از حضور شما در جان ما. سپاسگزار است.